اکبر. رئیس جمهور و بسیاری از چهره های کلان سیاسی در حال ادای نماز عید بودند که ناگهان چندین موشک به سوی ارگ شلیک شدند. صدای پیهم شلیک و برخورد موشک ها شماری از نمازگزاران از جمله جلال الدین سعید را سخت سراسیمه ساخت. جلال الدین سعید یکی از مشاوران نزدیک بر رئیس جمهور غنی است. فکر کنیم که با راکت اراده را تنها پیام مرگ میاریم. پیام ما پیام زندگی است. این موشک ها از این موتر کرولا در منطقه پروان سوم حوزه چهارم که فاصله نه چندان دور با ارگ دارد شلیک شدند. خیلی کلاگ ترسیده بود، یک صدای دلخراش را یک تا دو تا سه تا چهار تا ما گفتیم خیلی حمله شده. باشندگان محل میگن که حراس افغانان موتری را که در او این جنگ افزار جابجا کرده بودند در کنار یکی از جاده های فرعی در منطقه پروان سوم جابجا میکنند که در اطراف از این هم شماری از سرای ها بوده. مسجد هم همگی پراگنده شدند، همگی تیت پراک شدند. بالاخره شش راکت از همینجا از پشت موتر فایر شد. اهالی مردم اینجا که میشنن سر فکر از او بسیار تاثیر میکنند و فکر کنم دیگه ایدم سر مردم بسیار دشوار تیر میشه دیگه. نهادهای امنیتی میگویند که سه موشک شلیک شده در منطقه باغ علی مردان و چمن حضوری، مربوطات حوضی اول و نیز بخش منابع بشری ناحیه دوم شهرداری کابل فرود آمدند. اما منابع به تلونیوس میگویند که یک موشک در داخل ارگ فرود آمد و یک تن را زخمی کرد. نمیدونم کوچه آمدم که محترم اینجا استاد بود دیگه راکت ها دیگه فر شده میره فر سومیده استاد بود دیگه نفر کسی وجود نداشت. ما هم ترس خورده بودم زیاد نویدم رفتم طرف خانه. طالبان دست داشتنشان را در این رویداد نپذیرفتند. در کم از کم سه سال گذشته این چهارمین حمله موشکی بر ارگ از همین منطقه است. در عید قربان سال 1397 نیز نه موشک بر ارگ شلیک شدند. در ماه هوت سال 1398 در هنگام مراسم سوگند رئیس جمهور در ارگ چندین موشک از منطقه تهیه مسکن کابل شلیک شدند. در 28 ماه اسد سال پار نیز این موشک پراگنی تکرار شد که تلفات جانی و زیانهای مالی نیز بر جا گذاشت. تعداد ما بلند برود و سکتور خصوصی ما دازره نزد کمیسته.